برخورد بد میکنن، اصلا توجه نمیکنن. هاشو یخچال احمد از روخدا هشت زن هم آیله هستم. گرسنه‌ام، به خدا گرسنه شکمم نیستم، گرسنه شکم زن بچه‌م هم، گرسنه آبروم هم. با چی در حق اینا بدی کردی؟ اینا مملکت رو حفظ کردن که آقایان الله هر کدومشون به کرسی به اونشان اونجا ها نشستن و او به اونشانهایی دارن میگیرن. من چقدر به دخترم درو بگم؟ من چقدر به پسرم درو بگم؟ دادرسی همینه، آزادی همینه. بس شب شده که بچم به خاطر 3 تومن 25 تا بلیط خط واحد مدرسه نرفته. بابا جان من 4 تا بچه دارم الان بزرگ 25 سال از جوان دارم، خجالت میگیشم. دست‌های کارگران روز به روز خالی‌تر می‌شود و کارگران روز به روز برای پرداخت هزینه‌های اولیه زندگیشان ناتوان‌تر می‌شوند. به گزارش مرکز آمار رژیم، هزینه متوسط سالانه یک خانوار شهری 113,678,000 ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 14.6% افزایش یافته است. بر این اساس میباید هر خانوار درآمدی معادل 947,000 تومان در ماه داشته باشد تا بتواند از پس هزینه های زندگی برآید. اگر این مبلغ را خط فقر فرض کنیم، تقریبا بیش از 8 میلیون کارگر میهنمان زیر خط فقر محسوب می شود، چرا که رژیم آخوندی از ابتدای امسال حقوق پایه کارگران را 330,000 تومان تعیین کرد، یعنی هر خانواده کارگری 617,000 تومان تا رسیدن به خط فقر کم دارد. طبق ماده 41 قانون کار رژیم، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید. اما رژیم آخوندی برای چپاول 2/3 از حقوق 8 میلیون کارگر هر دو مواد قانون خودش را زیر پا گذاشت. اولا صلاحیت بانک مرکزی رژیم را که اعلام کرده بود نرخ تورم 15.4% است نفی کرد. بانک مرکزی پس از 74 سال از اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شد. ثانیاً از اعلام خط فقر و میزان حداقل هزینه زندگی فرار کرد تا بتواند با دست بازتری حقوق کارگران را غارت کند. اما ترفندهای رژیم آخوندی برای چپاول حقوق کارگران به اینجا ختم نمی شود. قراردادی کردن بیش از 80% از کارگران دست کارگزاران رژیم را باز می کند تا بتوانند باز هم از میزان حقوق کارگران کم کنند. این موضوع البته فقط محدود به کارگران نمی شود و سایر کارمندان و حقوق بگیران را هم شامل می شود. از جمله روز 15 دی روزنامه حکومتی خراسان با تیتر درشت نوشت 70% از کارکنان مهدهای کودک از حداقل حقوق وزارت کار محرومند. رژیم آخوندی حتی برای قراردادی ها هم مستمرن قوانینی وضع می کند تا دایره دست درازیش به حقوق کارگران را بیشتر از پیش کند. روز مشاغل تخصصی وزارت نیرو هستیم، اپراتورهای شبکه‌های انتقال و فوق توزیع برق است. در سال 89 ما اپراتورهای برق تهران به همراه سایر بچه های کارگرهای وزارت نیرو به قرارداد معین تبدیل وضعیت شدیم، ولی از سال 89 یعنی در سال 90 تا الان هیچ گونه قراردادی با ما امضا نشده، حقوقمون رو علل حساب دادن. اخیراً یه تفاهم‌نامه منعقد شده بین منابع انسانی ریاست جمهور و وزارت نیرو که توی این تفاهم‌نامه بچه‌ها رو به دو دسته تقسیم کردن، بچه‌های قبل از 87 و بعد از 87. قبل از 87 رو الان حتی کارگرای خدمات نگهبان اینا همه رو من قرارداد مستقیم کردن، ولی بعد از 87 مشاغل تخصصی که دیگه این باید 100% تمدید قرارداد می‌کردن، اونا رو هم جزء مشاغل حجمی محسوب کردن. در آستانه سال 91 کارگران و زحمتکشان میهن از سقوط بیشتر قدرت خریدشان و غلتیدن به پله‌های پایین‌تر خط فقر بیش از گذشته نگرانند.